یکی به این نکته توجه بکنید که آدمیان تحت جبرهای فراوانی در طول زندگیشون قرار دارن و خیلی از عقایدشون، خیلی از احساسات و عواطف و هیجاناتشون، خیلی از خواسته هاشون، خیلی از گفته هاشون و خیلی از کرده هاشون در واقع تحت یک جبریه که ازشون صادر میشه. توجه میکنید؟ هرچه ما بیشتر پی ببریم به این که آدم ها خیلی مجبور تر از آنند که خودشون گمان میکنند یا ما گمان میکنیم، شفقتمون نسبت به اونها بیشتر میشه. توجه میکنید؟ میدونید چرا وقتی شما یک تهمت به من میزنید من تا مرحله خشم و کینه و نفرت از شما پیش میرم؟ به دلیلی که فکر کردم این تهمتی که شما من زده ای در کمال آزادی زده ای، یعنی آزاد بوده ای، ولی با این همه این تهمت به من زده ای. چون فکر میکنم با آزادی مطلق و 100% شما به من تهمت زده ای، اون وقت من نسبت به شما میشم یک پارچه خشم، یک پارچه کینه، یک پارچه نفرت. اما اگر اینو بدونم که شما اون وقتی که داشتی به من اون تهمت رو میزده ای، ترجمه کنید، حقارتی از دیگران دیده بوده ای وقتی شما رو با من مقایسه کردم، حسدی نسبت به من داشته ای که از چنبره این حسد رهایی نداشته، توجه میکنید، ظلمی که به من وقتی به شما کرده بودن این اثر زخمش هنوز روح شما مونده بوده. و اگه بفهمم که تحت این عوامل که یه تهمتی به من زده اید، یعنی به میزانی که میفهمم این تهمت رو اثر جبر به من زده اید، یعنی اونقدرم یله نبوده اید، اونقدرم رها نبوده اید، اونقدرم خونسردانه ننشسته اید و دسیسه بچینید و بگید یه تهمت به فلانی بزنم، وقت میبینید من کمتر دستخوش خرش میشم، کمتر دستخوش. شما مثال به شما میزنم، اگر کسی تو راه به شما تنه بزنه تو خیابون و برگردید نگاه بکنید ببینید هم چشمش خوب میبینه، هم راه تنگ نبوده میتونست از اون طرف بره، هم عجله نداشته، توجه میکنید، اینجا شما به نظر شما، به نظر شما بیشتر شما ازش میرنجید تا وقتی برمیگردید ببینید که کوره طرف. درسته؟ یا نه کور نیست ولی میبینید راه خیلی تنگه، راهی که توش راه تنگه، یا میبینید نه کور نیست راه هم تنگ نیست ولی آدمی خیلی عجله داره برای یه کاری. شما کنید در کنید حالت احساس منفی نسبت به او بیشتره در حالت اول. چرا؟ چون تو حالت اول احساس میکنید آزادانه تر به شما تنه زده، تو حالت دوم احساس میکنید اون مقدار آزادی نداشتی در تنه نزدن و تنه زدن و با این حال تنه زده. هرچه آدم به این که انسانها جبرهای فراوانی بر زندگیشون حاکمه، بر گفته هاشون و بر کرده هاشون و بر عقایدشون و بر احساسات و عواطف و هیجاناتشون و بر خواسته هاشون، بر هر پنج ساحتشون جبرهای فراوانی حاکمه، اون وقت آدم بیشتر میتونه نسبت به اونها معروض خشم نشه، معروض کینه نشه، معروض نفرت نشه و بعد بفهمه کاملا، به تعبیر دیگری بفهمه که اگر منم جای او بودم تهمت به تو میزدم. بنابراین نباید رنج داشته باشه از اینکه تو تهمت زده. ما آدمها را تا آزاد تلقیشون میکنیم نسبتشون شفقتمون کم میشه. هر که بخوایم همدلیمون نسبت به انسانها بیشتر بشه و همدردیمون نسبت به انسانها بیشتر بشه، بیشتر باید پی ببریم به این که آدم ها اونقدرن که خودشون گمان میکنن یا اونقدر که ما گمان میکنیم درباره شون اونقدر آزاد نیستن. جبرهای جسمانی، جبرهای ذهنی، جبرهای روانی، جبرهای اجتماعی و جبرهای تاریخی، همه این پنج نوع جبر برشون حاکمه. منتها من تعبیر جبر که به کار میبرم به خاطر اینکه متعارفی تعبیر جبر به کار میبرم، وگرنه من خودم قائل به جبر نیستم. اگه میخواستم تعبیر دقیق فلسفی به کار ببرم باید میگفتم اقتضاعات، منتها چون ممکن اقتضاع بعد از دوستان نفهمن دقیقا یعنی چی، گفتم جبر. اقتضاع یعنی یک رانشی که به حد بیچارگی نمیرسه ولی رانش مهمیه. توجه میکنید؟ رانش مهمیه.
اقتضاهای جسمانی ما داریم، اقتضاهای ذهنی داریم، اقتضاهای روانی داریم، اقتضاهای اجتماعی داریم و اقتضاهای تاریخی داریم. این اقتضاعات البته من دقیق کلمه جبر نیستن، ولی همچین هم پهلوی با جبر هست. ببینید یه وقت شما منو میگیری و از این پنجره پرتاب میکنی پایین، در اینجا پایین رفتن من دیگه به معنی دقیق کلمه جبر، جبر جبر جبر، این دیگه واقعا جبره. چرا؟ چون من فقط چند تا راه در پیش دارم، یک راه دیگه شما غیر از اینکه پایین برم راهی پیش پای من نگذاشتیم، در اینجا جبر حاکم. آنچه که جسم من و ذهن من و روان من و جامعه من و تاریخ من بر من تحمیل میکنه به این مرحله نمیرسه. اینه که تعبیر جبر اجتماعی که به کار میبرم تعبیر دقیقی نیست. اقتضا وجود داره. اقتضا یعنی یه رانشی، یه سوق دادنی که این سوق دادن ولو شما رو به یک راه منحصر نمیکنه، ولی بالاخره تعداد راههای پیش پات رو چیکار میکنه؟ کمتر و کمتر و کمتر میکنه ولو به یکی نمیرسونه. یعنی مثلا تو مثال خودم، یه وقت شما من پنجره باز میکنید، من پرتاب میکنید پایین، یه وقت نه من تو اتاقم نشستم، میاد میگی که یا در رو باز میکنی از این پنجره باز میکنی، از پنجره خودت پرتاب میکنی پایین، یا بچه تو میکشی یا زن تو میکشی. ببینید هنوزم چند تا راه پیش پای من هست؟ دو تا راه پیش پای من هنوزم هست. میتونم نپرم پایین و زنمو بکشی، نپرم پایین و بچه‌مو بکشی، ولی خب میپرم پایین به خاطر اینکه نمیخوام زنمو بکشی، نمیخوام بچه‌مو بکشی، خودمو میپرم پایین. اما خب ببین این بالاخره با جبر فاصله داره، چون دیگه در جبر شما تکراری بودید، راهی پیش پاتون نبود، اینجا هنوزم دو تا راه وجود داره. ما در واقع جبر جسمانی، جبر ذهنی، جبر روانی، جبر اجتماعی و جبر تاریخی نداریم، اقتضا داریم. البته مثل چون تعبیر جبر معمولا تو علوم اجتماعی به کار میاد در این گونه موارد، من هم از تعبیر جبر استفاده کردم. خب حالا اگه شما بفهمید که ما چقدر تحت تاثیر این جبرها هستیم و مخاطبان ما چقدر تحت تاثیر این جبرها هستن، اون وقت شما چیکار میکنید؟ شما شفقتتون بیشتر میشه. شما دقت بکنید که وقتی در یخچال میاد ببندید و درتون لای درگیر میکنه، یا میاد در اتاق ببندید لای گیر میکنه، خب در احساس میکنید، اما توجه میکنید که هیچ وقت شروع نمیکنید به مشتلق گذارن به یخچال، چون میدونید یخچال هیچ اراده‌ای در این جهت نداشت، اصلا بناش برای نبودی که دست شما رو له بکنید، ولی خب بالاخره دست شما له شدید. اگه شما یه روزی میتونید انسان رو اینجوری تلقی بکنید، اگه میشد یه روزی ما انسان ها رو یه ماشین های تلقی بکنید که هر چیزی ازشون صادر میشه، توجه میکنید ما بچه که بودیم که منگنه میکردیم چیزامونا، خب دائم میشد که انگشتم هم زیر منگنه قرار میگیره، مثلا رو کاغذ منگنه کنید میرفت توش. خب ببینید من اونجا منگنه رو که تو سطل آشغال نمیندازم، لهش که نمیکنم. یه لحظه ممکنه آدم برگرده به دوران کودکیش، گاهی وقتی زندگیش هم برمیگرده به دوران کودکیش و موجودات جاندار میدونه، شما حتما برگشت تو زندگی تو پیش اومده، مثلا در با نمیشده، هرچی قفل رو کلو دو چرخونی با نشده، شروع کنه لگت زدن. این مال آنیمیزم دو سه سال اول زندگی کنه، مال اینکه در سه سال اول زندگی آدم همه چیز رو جاندار فکر میکنه. تو اون لحظه شما در رو هم جاندار فکر میکنی، میگی که خیال کردی، حالا بهت میگم لگدش میزنید، یعنی فکر میکنید این در موجود جاندار دارای علم و اراده ای که داره آلمن آمدن مقاومت میکنه که شما وارد اتاق نشید، وقتی یه لگدش میزنید. ولی یه ساعت و آنات کمی تو زندگی ما هست که ما آنیمیست میشیم. آنیمیزم سه سال اول زندگیمونو پیش میگیره. تو سه سال اول زندگی میدونم همه چیز رو آنیمیستیک میبینه، مثلا تو سه سال اول بچه اگه دستش از آتش سوخت، نسبت به آتش کینه و نفرت و خشم پیدا میکنه، فکر میکنه این آتش آلمن آمدن اون دستش سوزونده، خبر نداره که این همون حریره‌ای که براش پختن، حلیمی که براش پختن، نمیدونم سوپی هم که براش پختن با کمک همین آتش ساخته شده. نه اونجا آتش میخواسته کمکش بکنه که سوپشو پخته، نه اینجا میخواسته ضرر بهش بزنه که دستشو سوزونده. ولی خب این حالت انیمیستیک در سال اول زندگی وجود ما گاهی در ساعت معدودی زندگیمون هم در بزرگسالی هم معروض این حالت میشیم که فکر میکنیم که انگار این درم جون داره و علم داره و اراده داره و با علم و اراده و با آگاهی و خواسته خودش در مقابل من استادگی میکنه.
درسته، ولی در ساعت‌های دیگه نه، با در معامله یک موجودی می‌کنیم که علم اراده نداره. حالا من میگم یه روزی برسید به این حالت که همه آدم‌ها اینجوری ببینید، مثل در ببینید. اگر روزی به اینجا رسیدید، شفقتتون نسبت به انسان‌ها بیشتر میشه. البته توجه می‌کنید که ما به توهم نباید دچار بشیم، انسان‌ها به جبر نمی‌رسن. ولی اونقدر هم که شما فکر می‌کنید اختیار ندارید. خیلی 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 کمتر از اونی که فکر می‌کنید اختیاره. شما نمی‌دونید. شما نمی‌دونید که یک کورکی که یه جوشی که تو صورت یه آدم ظاهر میشه و نابجا ظاهر میشه، این چقدر میتونه زندگی آدم رو عوض کنه. شما نمی‌دونید. اگر الان یه زخم ناسوری تو صورت من پیدا شد، اگر چشم من یه عیب فاحشی پیدا کرد، از فردا من نگاه شما نسبت به من فرق میکنه و من روابطم با شما تأثیر دارم. تا دیروز هم همون نگاه رو من میکردید، ولی من نمیرنجیدم. حالا نگاه میکنید، تعبیر باز یادتون بیاد، تعبیر بودا که یه بار که شاید داشت ما گفته باشم، که بودا میگفت که تو مزرعه ای صبح کسی اومد و بیلش رو دید، میخواست زمینش رو شخم بزنه، دید بیلش نیست، اینجا گرد اونجا گرد، زیر این درخت زیر اون درخت، تو این کلبه تو اون کرسی، پیدا نکرد بیل خودش رو. مزرعه دار همسایه‌اش اومد سرش بزنه، سلام کرد، از سلام کردنش فهمید که این بیل دزدیده. از سلام کردن اون مزرعه دار همسایه فهمید که اینه که بیلش دزدیده. بعد پیشنهاد کرد که بیا با هم یه چای بخوریم، از طرز پیشنهادش هم فهمید که این بیل دزدیده. هر کار کرد این از فهمید که این بیل دزدیده که اینجوری. خب دو سه ساعتی گذشت، از طرز خداحافظیش که طرف رفت طرف مزرعه خودش، فهمید که این کسی که بیل دزدیده، ببینید این طرز کار گفتار کسی که بیل دزدیده، در این لحظات ناگهان بیلش رو پیدا کرد. تازه می‌کنی رفت دنبالش، دید از طرز حرف زدن اون معلومه کسی که معصوم، معصوم کسی که بیل نداشت. تازه می‌کنی دیگه هر چه اون حرف می‌زد، دید این حرف زدن کسی که هیچ بیلی از هیچ کسی نمی‌دونه. تازه می‌کنی ما بودا میگفت ما جهان رو نمی‌بینیم، ما جهان رو از دریچه خودمون می‌بینیم. این از دریچه خود رو فراموش نکنید. تازه می‌کنی حالا کودکی که تو صورت من ظاهر میشه، شما همون رفتار رو من دارید، همون رفتار رو دارید، همون گفتار رو دارید، همون نگاه رو دارید. همون میگم این نگاه کسی داره که زشتی صورت من رو داره میبینه، این رفتار کسی رو داره که بدش میاد از این زخم، این رفتار کسی رو داره که دلش نمیخواد که من نگاه بکنه، میگه مجبوره من چهره من نگاه بکنه، مگر دلش خواهد برگرده به طرف مقابل. یک کورک جبری بر زندگی شما حاکم میکنه که تو روابط ما دیگران حاکم میشه. این یعنی من مجبور کردی کورک باور کنید، توجه میکنید، این کورک که جوش که تو صورت من ظاهر شد، جبری بر زندگی من حاکم کرده. من دیگه شما نمیتونم اونتون که شما هستی ببینید. با شما از این چه نتیجه میگیرید؟ شما باید این توجهش بکنید که حتی یه همچین چیزی میتونه اثر بگذاره. من اگر شما امروز یه ساعت نو خریدی و ساعت نو رو دست شما دیدم و بعد قیاس کردم که من وسع مالی ندارم که ساعت نو بخرم و همون ساعت دستمه که 5 سال دستم بوده، همین باور کنی در زندگی من اثر می‌کنه. شما فکر نکنید من آزاد آزاد آزادم. همین رفتارم رو با شما اولا فهم می‌کنم، ممکن از این جهت تحقیر کنم شما رو، برای اینکه این برتری شما رو یه جوری چیکار کرده باشم، این برای یه ساعت مچی نو شما دارید و من ندارم، این برتری شما رو یه جوری تحت شعاع قرار بده و این در همه چیز اثر میذاره. ما اونقدر که فکر میکنیم آزاد نیستیم. اینو که اگر اینو ما بفهمیم، شفقتمون نسبت به انسان‌ها بیشتر میشه. اگر تونستید انسان‌ها رو ماشین ببینید، شفیقانه باشون رفتار میکنید.